خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. بردیا هستم از آکادمی گنج. میدونم که تایتل این ویدیو، سرتیتر این ویدیو احتمالا توجهتون جلب کرده، واسه خودم خیلی جالبه، اما یه کمی کانتروورشال تر هستش صحبت، یه کمی بحث برانگیزتر از صحبت از چیزی که شاید به نظر بیاد. خب حتما بارها از من شنیدین که آقا رمزارزها کریپتو راهی برای پولدار شدن نیست، و واقعا هم همینطور، هیچ راه یک شبه‌ای وجود نداره، اما راه خیلی ساده ای هست برای از دست دادن پولتون. و من کاری که میخوام بکنم اینه که به قول اون مسئله قدیمی که میگن آقا ادب رو از که آموختی، از بیادبان، اینجا ما میخوایم کار برعکس رو بکنیم. من بهتون یاد میدم که چطور میتونید یک شبه همه پولتون رو در رمزارزها از دست بدین که بتونید شما یاد بگیریم و کار برعکسش رو انجام بدین. منطقیه نه؟ بریم کارمون رو شروع کنیم. از معرفی کردن میخوام شروع کنم، از معرفی کردن این آقای مارک کیوبن، امیدوارم درست تلفظ کنم اسمش، که یک سرمایه گذار 62 ساله آمریکاییه، کلی سرمایه گذاری بزرگ کرده، کلی استارتاپ های موفق رو شکل داده، کلی توی تیم های بسکتبال ام بی ای آمریکا سرمایه گذاری کرده، کلی پول از اون طریق جمع کرده. الان ثروتش حالا تا چند ماه پیش 4 میلیارد دلار بود و خب قابل قبول بین در واقع سرمایه گذارها و مولتی میلیونرهای بزرگ آمریکایی. اما همونجوری که شاید شنیده باشین توی اخبار، یه اتفاق خیلی جالبی افتاده. یکی از در واقع حتی این هم بگم که مارک کیوبن یکی از کسانی بود که حالا چندین سال توی حوزه رمزارزها فعالیت میکنه، اما چند وقت اخیر صحبتی میکرد و حالا در واقع توییت هایی کرد مبنی بر این که در واقع یک سری ارز رو معرفی کرد، ارز تایتان به طور خاص و چند تا ارز دیگه، و کلا در این موردش صحبت میکرد که آقا بیزینس و در واقع کمپانی هایی که توی رمزارزها شکل میگیرن مثل کاردانو، مثل تایتان و مثل ایکس و وای و زد، مثل هر بیزینس دیگه ای هم ریسک های خودشون رو دارن، اما ادوانتج و در واقع برتری بزرگتری دارن. و حالا یک بلاگی نوشت، بلاگ پستی بود و در مورد این موضوع توضیح داده بود. موقعی که این بلاگ پست اومد بیرون، این توکن تایتان قیمتش چقدر بود؟ قیمتش بود 29 دلار، همطور که اینجا نوشته، و تاریخ 13 جون یعنی همین چند روز پیش بود. توی 3 روز، توی کمتر از 3 روز، این عدد، این 29 دلار تبدیل شد به 64 دلار و 4 سنت که پیک این رمزارزها، توی 3 روز دو برابر شد. و خیلی جالب و خیلی عجیب که حالا الان داریم صحبت میکنیم که چرا و چگونه همچین اتفاقی برای چارت در واقع تایتان افتاد. نمودار هفتگی رو داریم میبینید، تقریبا توی کمتر از 24 ساعت، این توی یک هفته، نه توی یک هفته است، از تاریخ 9 جون تا 16 جون، در کمتر از 24 ساعت تقریبا 100% ارزشش رو از دست داد، از 60 دلار به کمتر از 1 سنت و حتی کمتر میل کرد، 0.5 تا 0.02، و خب تغییر قابل توجهی. چه اتفاقی افتاد؟ میگن که گناه کسی رو نباید بشیم، نباید بگیم آیا مارک کیوبن بوده که این کار رو کرده، کسی که خودش تبلیغ کرده این کوین رو بارها و بارها، میگم یکی از مثالاتش بود، توی بلاگ خودش، توی پادکست خودش صحبت کرده در این مورد. یک مفهومی وجود داره در دنیای کریپتو به نام راگینگ، پول در راگ. راگ میشه فرش، میشه موکت، و فرش رو از زیر پای کسی کشیدن به معنی چیه؟ به معنی که تصور کنید که فرض کنید یک جایی وایسادین و فرش رو کسی از زیر پاتون میکشه. این اتفاقیه که توی رمزارزهای، مخصوصا رمزارزهای با مارکت کپ کوچیک راحت میفته. یعنی چی؟ یعنی یک سرمایه گذار میاد که مقدار زیادی پول داره، یک ارزی رو بزرگش میکنه، هم از لحاظ اینکه پول تزریق میکنه ارز بزرگ میشه، هم از این لحاظ که میاد و تبلیغش میکنه، پیشنهادش میده به کسانی که دنبالش میکنن. وقتی که به یه نقطه رسید که سودش به نظر خودش کافی بود، اصلا این فرش رو از زیر پای همه میکش. آیا این اتفاق افتاد؟ میگم ما نمیخوایم گناه کسی رو بشوریم، اما خیلی به نظر میاد که میتونه این شکلی باشه. توی 3 روز قیمت دو برابر میشه و بعدش خیلی سریع قیمت به این شکل میریزه. عجیب نیست برای من که هست. هرچند از خود قاعدتا
خود مارک کیوبن بپرسیم، جوری که توی توییت های هم دو سه روز اخیر دوباره مطرح کرده بود که آره منم هم مثل همه این مشکل برام پیش اومد ولی خب من موفق شدم که بفروشم. چقدر عجیب. به هر حال نکته خوبی است که بهش توجه کنین دوستان. علت این که خیلی از تحلیلگرهایی که چندین سال توی بازار هستن، این توییتر هم نشون بدم، خیلی از تحلیلگرهایی که توی بازار هستن بهتون میگن که آقا فلان ارزی که هیچ پشتوانه ای نداره نخرین، آقا دوج کوین نخرین، آقا شیبون نخرین، آقا ایکس و ایگرگ و وای و زد که تا حالا یه هفته است به وجود اومدن رو نخرین. اینکه یه نفر داره میگه که چیز خوبیه بخرین لزوما به این معنا نیست که نتیجه خوبی خواهد داشت. ببینید یک میلیاردر آمریکایی پیشنهادش کرد، حالا چه اگر خودش هم صدمه دیده باشه چه ندیده باشه فرق نمیکنه، کسانی که این رمز ارز رو داشتن مطمئن باشین که فرصت نکرده که توی اون 24 ساعت به قیمت خوبی خارج شه. توی 50 دلار خریدین، تو چند مگه میخواین فروخته باشین که ضرر نکرده باشین؟ تو 20 دلار هم فروخته باشین کلی ضرر کرد. این راهیه که شما توی رمز ارزها میتونید به راحتی پول از دست بدین. رمز ارزهایی که تا حالا هیچکی ازشون هیچی نشنیده رو بخرید، نگه دارید، صبر کنید که یکی این فرش رو از زیر پاتون بکشه و دور از جون محکم بخورید زمین. علت این که من اینقدر، من بیت کوین ماکسیمالیست نیستم، خب الان توضیح میدم یعنی چی، ولی علت این که من اینقدر روی بیت کوین، روی اتریوم، روی کاردانو، روی بی ام بی، روی ارزهایی که بزرگ هستن، روی ارزهایی که سالیان سال بعضن وجود دارن، حالا به جز کاردانو، روی ارزهایی که استفاده دارن، کلی پشتوانه فاندامنتال دارن تمرکز میکنم همینه. اینکه وقتی ویدیوهای من رو نگاه میکنین فقط یه دونه چارت رو دارم نگاه میکنم، فقط چارت بیت کوین رو نگاه میکنم و با اینکه خیلی پیشنهادات میاد آقا فلان ارزو چک کن فلان ارزو چک کن، من یادمه که تایتان هم یکی از همین ارزها بود، اینه. آره اگر تریدر هستید، اگه معامله گر هستین، کارتون اینه، چند سال دارین فارکس کار میکنین، حالا میخواین کریپتو کار کنین، آره اینا خیلی گزینه‌های خوبی هم برای ترید کردن، هر چند که برای اون هم پیشنهاد نمیدم. اما برای سرمایه گذاری اگر که روزی یه بار کمتر نگاه میکنید قیمتا رو، اگر میخواین یه چیزی بخرین و بذارین کنار 5 سال نگه دارین، چیزی بخرین که ارزش نگه داشتن داشته باش. به هر حال یک دو دقیقه هنوز وقت داریم. بیت کوین ماکسیمالیست رو هم توضیح بدم. بیت کوین ماکسیمالیست ها کیا هستن؟ کسانی که میگن آقا فقط بیت کوین وجود خواهد داشت، همه ارزهای دیگه چرت و پرتن، اتریوم هم به درد نمیخوره، ایکس و ایگرگ و وای زد هم به درد نمیخورن، همه اینا کلاهبرداری و غیره. نه، به نظر من اینطور نیست. خیلی از ارزها وجود خواهند داشت. بیت کوین یک مشکل، بیت کوین مشکل پول رو حل میکنه، ولی خب مشکل بشر فقط پول نیست، مشکلات زیادی داره بشر و ارز رمزارزهای دیگه هستند که این مشکلات رو حل بکنن. پس من ماکسیمالیست نیستم، ولی بیت کوین یه چیز دیگه است. بیت کوین تنها رمزارزی است که جای پول رو خواهد گرفت، بقیه استفاده های دیگه ای خواهند داشت. برای این ویدیو کافیه. امیدوارم که راه یک شهر پول دار شدن با کریپتو رو یاد گرفته باشین، هرچند که من برعکسش رو بهتون یاد دادم، ولی خب مطمئنم میتونید این کار رو بکنید. خیلی خیلی مراقب خودتون باشین. براتون آرزومندم که سرمایه گذاری موفق و پرسودی پیش بیاد. مطمئنم که خودتون میتونید این موضوع رو عملی کنید. مراقب خودتون باشین. به زودی میبینمتون و خدا نگهدار.